دقیقه دیگه احتمالاً باید صبر بکنیم اگر بازی به 120 دقیقه کشیده نشده. همین اصلا بازی شروع میشه. ساعت 18 و 8 دقیقه و 30 ثانیه هست. ابوزر رحیمی توپ رو پرتاب میکنه برای حاجتی. رحیمی، مرتضی ابراهیمی، سهرابی در کنارش هست. سهرابی هافک میانی است اما با مصدوم شدن سیاه او در این پست بازی میکنه. یه پاس رو به عقب و این ضربه از ابراهیمی که به بیرون رفت. حسین ابراهیمی بازیکن شماره 7 بنگر. توپش به رضایی نرسید. تیم سپاهان هم گل دوم رو در دقیقه 45 به نفت تهران زده توسط خلعتبری. سپاهان فعلا صدرنشین هست و ببینیم بازی استقلال گهر چه خواهد شد. یه حرکت از یاران آبی پوش، حاجتی ببینیم چی کار میکنه و توپ رو هم میفرسته اما کسی نیست از این توپ استفاده بکنه. مارکو پروویچ، این حاجتیه. مناسب فرمایید یه بازیکن از پیش رو برداشت، اومد پاس رو به جلو بده. نه مهدوی تونست به توپ ضربه بزنه و نه قبلش جهانبخش. تا به تو توپش به علی کریمی نرسید. بازوبند رو هم غلامرضا رضایی به او داد. سهرابی، حسن رودباریان بارها و بارها در این مسابقه صاحب توپ شده. میانه زمین نقیزدی، ضربه سر انصاری فر برای علی کریمی. از کمند یه بازیکن هم رد میشه. یه پاس برای خود کریم انصاری فر وارد محوطه جریمه هم میشه. ببینیم چیکار میکنه و چگونه از این توپ استفاده میکنه. توپ به بیرون نرفته. علی کریمی با پای چپ ارسال، موقعیت برای رضایی و این ضربه که زده میشه توپ به کرنر رفت. یه بازیکن داماش احساس ناراحتی میکنه، فکر کنم سهرابیه. حسن رودباریان هم صحبت میکنه با خط دفاعی تیمش. این حرکت انصاری فر هست. توپ رو فرستاد، رودباریان برگردوند و در ادامه کریمی توپ رو اینگونه ساند کرد، یا بهتر بگیم زمینی فرستاد و سهرابی توپ رو راهی کرنر کرد. ضربه کرنر رو ولادکو خواهد زد. خود ولادکو ارسال به دنو محوطه جریمه و حسن رودباریان توپ رو جمعش میکنه. بلافاصله هم برای جهانبخش، مقابلش ماهینی. یه پاس رو به جلوی دیگه، فشنگچی توپ رو راهی خارج میکنه تا سازمان دفاعی تیم پرسپولیس شکل بگیره. ابوذر رحیمی توپ رو باید پرتاب کنه. این کار رو انجام میده. خود رحیمی رو به عقب. 12 حاجتی، رحیمی، مهدوی، یه شکل از داماشی ها اونجا حرکت نمی کنن و ماهینی توپ رو دور میکنه. نصیب آبشک میشه، از همونجا اقدام به شوت زنی و نیلسون توپ رو راهی کورنر کرد. محمد آبشک یه شوت رو روانه دروازه نیلسون میکنه و او در جا توپ رو راهی کورنر کرد. ملازم فرمایید اینگونه و ریست نکرد که توپ رو بگیره تا شاید برگرده و در ریبان بازیکن حریف استفاده بکنه. توپ راهی کورنر کرد. نیلسون کوریا دروازه‌بان بسیار با تجربه است. 12 حاجتی در محوطه جریمه، یک ضربه سر دیگه، موقعیت برای متوسل زاده و کجا زد این ضربه رو. بازی مهدوی، یه پاس خوب برای جهانبخش، میتونه تدریجی یک حمله رو ببینه. ماهینی مقابلش هست، اصابه در محوطه جریمه و بنگر ارتباط رو قطع میکنه. آبشک یه بازیکن از پیش رو برمیداره. خود آبشک همچنان صاحب توپ، موقعیت برای جهانبخش. توپ رو پای چپش هست، ارسال و مجددا صاحب توپ. حالا رو پای راست خودش میاد، یک ضربه سر و توی دروازه. متوسل زاده گلزنی میکنه. تعویض داماش جواب میده و متوسل زاده در 71 دقیقه روی ارسال خوب جهانبخش موفق به گلزنی میشه. داماش 1 پرسپولیس 0. شادی هواداران داماش و گل برتری آبی پوشان توسط
امین متوسل زاده. چند دقیقه پیش این بازیکن به زمین مسابقه اومد و گلش رو هم به ثمر رسوند. البته از حرکت خوب علیرضا جهانبخش هم به سادگی نگذریم. ملاحظه بفرمایید اینجا این مرتبه دوم بود که توپ رو سانت میکرد و خیلی راحت توپ رو وارد دروازه کرد متوسل زاده. یه بار دیگه از زاویه دیگر و توپی که به قعر دروازه میره. حالا ببینیم واکنش سرخپوشان در ادامه چه خواهد بود. قاماش مهدوی و اعلام کرنر. مهدوی باید توپ رو بفرسته برای ابراهیمی. خود مهدوی، حسین ماهینی، ارسال به درون محوطه جریمه. یک ضربه سر دیگه از متوسل زاده که این بار توپش تو چارچوب نبود. نوری تاثیر میذاره روی توپ. حالا میانه زمین نوروزی، حرکت از این بازیکن، انصاری فرم در کنارش هست اما سرخپوشان کم تعداد هستن. اشتباه نوروزی اما خودش یه لحظه به توپ میرسه و اعلام بازی خطرناک میشه. علی کریمی پشت توپ، بلافاصله برای نوروزی. حالا خود نوروزی برای نوری، وارد محوطه جریمه هم شده. خطرناک است و توی دروازه. گل برای تیم پرسپولیس. با نوک پا خیلی قشنگ زد انصافا محمد نوری. دوتا تعویضی های دوتا مربی ها گل زدند. داماش یک، پرسپولیس یک. شادی هواداران پرسپولیس و نتیجه در 83 دقیقه مساوی میشه. فکر کنم پاس گل رو کریمی داد. حالا تصویر آستر خواهیم دید اما حرکتش خیلی قشنگ. این کریمیه برای غلامرضا رضایی توپ رو فرستاد. رضایی بود که پاس داد اما نوری خیلی خوب حرکت کرد، با نوک پا هم زد از زاویه بسته و بازی به تساوی کشیده شد. 1-1 مساوی. این قصه و این داستان همچنان ادامه داره. داشت که نیمه اولم اینجوری بازی زیبا بود. تا دو تیم به این بازی سرعت دادن بازی قشنگ شد. در نیمه اول هر چقدر سرد و کسل کننده بود. نیمه نوری فشنگچی یه بازیکن رو از پیش رو برمی‌داره، پاسش اشتباه است. علی کریمی، محمد نوری، حرکت از محمد نوری پشت محوطه جریمه، توپ لو میره. حاجتی توپ رو میگیره. 3 دقیقه میره که به انتها برسه و در همین لحظه هم سوت پایان بازی به صدا در میاد و دو تیم 1-1 مساوی میشن. بازی به وقتهای اضافه باید بره. یه 4-5 دقیقه فرصت داریم تا دو تیم به زمین مسابقه بیان مجددا و وقت در واقع نیمه اول وقت اضافه رو تقدیم